این سخنان امام در 45 سال پیش است، یعنی 15 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. این سخنان و اسناد فراوان دیگر این نکته را به روشنی ثابت می کند که مبارزه امام خمینی با آمریکا مبارزه استراتژیک، راهبردی و بدون وقفه بوده است. تمام نفت ما را به غیر دادن، به آمریکا و غیر از آمریکا دادن. اونی که به آمریکا دادن عوض چی گرفتن؟ عوض یک اسلحه هایی برای پایگاه درست کردن برای آقای امریکا. ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم. مقابله آمریکا با نظام منتخب ملت ایران یعنی جمهوری اسلامی تقریبا از همان روز اول پیروزی انقلاب آغاز می شود. اعدام انقلابی عناصر اصلی رژیم پهلوی بهانه می شود که فشارهای آمریکا افزایش یابد. سناتورهای آمریکایی که از اعدام سران رژیم وابسته خشمگین شدند، ایران را به قطع روابط تهدید می کنند. امام قطع این رابطه استعماری را آرزوی ملت ایران می خواند. در روزنامه بود که سنای امریکا به اتفاق آرا اعدام هایی که در ایران شده است محکوم کردند. اونم که طرح داده یکی از دوستان اسرائیل است و خودش هم از صهیونیست هاست. دولت امریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام ها ادامه پیدا بکنه در روابط ایران با آمریکا یه قدری خطر می افته. ای الهی که خطر می افته. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است، روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چه کنیم؟ اونا مهد دارن که با ما روابط، اونا احتیاج دارن که با ما روابط داشته باشن. افشاگری های رهبر انقلاب درباره شیوه های پیچیده شیطان بزرگ هر روز دریچه تازه‌ای بر روی فهم و بصیرت ملت میگشاید. امام امروز به جوانان عزیز کشور از خطرناکی قلم‌های وابسته به آمریکا سخن می‌گوید. بیدار بشن ملت ما و بیدار بشن جوان‌های ما. توجه داشته باشن به این که آمریکا با سرنیزه نمیاد به میدان شما، با قلم میاد به میدان شما. با قوای انتظامی نمیاد به اینجا. با اون اشخاصی که دارد و دارد این امور را میگردوند به دست اونها، با اونها میاد به میدان ما. اینها را باید توجه بهش داشته باشید. در پاییز 58 آمریکا شاه مخلوع را به بهانه درمان بیماری او به آمریکا میبرد. امام به شدت موضع گیری میکند و آمریکا را دشمن شماره یک بشریت میخواند. آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده از امریکا. یک هفته بعد از این موضع‌گیری قاطعانه، دانشجویان پیرو خط امام امروز 13 آبان 58 سفارت آمریکا را تسخیر می‌کنند. امام که از این اقدام انقلابی به وجد آمده، تسخیر لانه جاسوسی را انقلابی بزرگتر از انقلاب 57 می‌نامد. این خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن. کارتر سیاست تهدید را پیش میگیرد. امام با صلابت تمام تهدیدهای آمریکا را به سخره میگیرد. شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟
امکان براش نداره. امام تسخیر لانه جاسوسی را فرصتی برای بازگرداندن شاه میداند. مگر شاه چقدر مهم است که امام اینگونه جدی به دنبال بازگرداندن اوست؟ این سوالی است که خبرنگار CBS دو هفته بعد از تسخیر لانه جاسوسی از رهبر انقلاب میپرسد. پاسخ امام نشان میدهد که ایشان در این اصرار خود نیز اهداف ضد آمریکایی مشخصی را در ذهن دارد. ما میخواهیم او بیاید و ما ریشه این جنایاتی که این شخص در طول 37 سال تقریبا به ایران کرده است و این خیانت هایی که به ایران کرده است و این آدم کشی های دست جمعی که کرده است، ما به دست بیاریم که این با امر کی بود. ما با بودن شاه در اینجا اسرار شخص کارتر و اسرار اسلاف او را فاش خواهیم کرد و به ملت امریکا ارائه خواهیم کرد و ملت امریکا می فهمند که گرفتار چه رؤسای جمهوری هستند که ملتشون را به تباهی کشیده است. کارتر که از تسخیر لانه جاسوسی به شدت ضربه خورده است، آداب ظاهری دموکرات ها را نیز کنار می‌گذارد و صریحاً ملت ایران را تروریست می‌نامد. امام که از هر توهینی به ملت ایران آشفته می‌شود، به دفاع از شرف ایرانیان برمی‌خیزد. ملت 35 میلیونی تروریست هستند. از آقای کارتر باید پرسید که تشخیص شما در مسائل سیاسی هم همین طور است که یک ملت 35 میلیونی که همه پشتیبانی از اینها کردند، باز شما میگید تروریست هستند. با تسخیر لانه جاسوسی، کارتر آشفته تر از هر زمان دیگر ایران را به تحریم اقتصادی تهدید میکند. پاسخ امام آرامش را در دلها جاری میسازد. چند وقت است که الان ما را حصر اقتصادی کردند؟ چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرده است که حصر اقتصادی هستند؟ خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنانچه از آمریکا مثلا فرض کنید که فلان چیزا نخریم خیر دیگه نمیتونیم. کارتر که با تهدید و تحریم نیز کاری از پیش نبرده است، امروز 5 اردیبهشت 59 از حمله ناکام به ایران خبر میده. خبر شکست ارتش آمریکا در حمله به صحرای طبس بلافاصله به خبر اول جهان تبدیل میشود. امام با جنایت کارخواندن کارتر شکست عملیات آمریکا را نشانه عنایت پروردگار به ملت ایران می‌داند. نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارن و به این غیب ایمان نیاوردن. نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ثابت کرده، شنها مأمور خدا بوده. ادبیات امام این روزها همچون یک فرمانده تمام عیار میدان نبرد است. رهبر انقلاب در واقع متناسب با آرایش تهدیدآمیز آمریکا ملت را سازماندهی میکند. ما را میترسانند از کشتی هاشون که آمدن و از تیاره هاشون و از اینها. ما از چه میترسیم؟ بر فرض این که بتواند ملت ما با چنگ و دندان اونها را نابود خواهند کرد، تمامشون را از بین خواهیم برد. 7 تیر 60 فرا رسیده است. در اقدامات تروریستی عوامل آمریکا، ده ها تن از مقامات عالی رتبه کشور از جمله آیت الله بهشتی به شهادت میرسند. امام خمینی در حالی که در سوگ اصحاب خود داغدار است، پرده دیگری از توطئه های پیچیده آمریکا را فاش میسازد و به مردم هشدار میدهد که آمریکا به دنبال سیاسیونی است که شاید 10 سال دیگر ثمر دهند. مشغولند به اینکه نگذارند شما اصلا وارد بشید در صحنه، نگذارند که ملت ما وارد بشه در صحنه. باید وارد بشید، چاره ندارید. اسلام است، حفظ اسلام است و باید چشمشون رو باز بکنن که در دام نیفتن. امریکا دامش رو الان پهن کرده است در تمام ایران. حیله های مختلف، یکم اینکه شما را وادار کنن که وارد نشید، خودشون شیطنت کنن، یک کسی را تعیین کنن، اون کسی که تعیین شد
بکشد ما را به طرف امریکا، ولو 10 سال دیگه. همه باید توجه به این مسائل داشته باشیم. یکی دیگر از مبانی قدرت امام در مدیریت بیبدیل افکار عمومی امروز جلوه‌گر می‌شود و رهبر انقلاب با ارائه 2 تعبیر جدید اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی فضای تازه‌ای را در فهم پیچیدگی‌های شیطان بزرگ می‌گشاید. امام به ملت هشدار می‌دهد که آمریکا و عواملش برای فریب ملت ایران ممکن است پشت اسلام پنهان شود. اونها میدونند که باید بگن اسلام. آمریکا هم برای اسلام دلش میسوزد. اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود. اسلام آمریکایی بود. کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکند. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بخونن، چیکار دارن به سیاست. آمریکا که از هیچ طریقی اصطلاحاً حریف امام خمینی نشده است، با استفاده از رسانه‌های غربی و رادیوهای بیگانه تبلیغات خود را بر الغای منزوی بودن ایران متمرکز می‌کند تا سیاست‌های امام را باعث منزوی شدن ملت ایران تبلیغ کند. اینکه گاهی وقتا میگن که ای ایران منزوی شده است، مقصودشون چی است؟ مقصود این است که امریکا به ما چیز ندارد. امریکا هر آنی که ما دست درش دراز کنیم، صد مقابل او به ما بیشتر جواب میدن، ولی ما اعتنابش نداریم. و همینطور سایری، اگر مقصود این است که پیش ملت ها ما منزوی هستیم، خب همه میدونن که ملت ها همه توجه دارن. برخورد های امام خمینی با آمریکا حاوی شاخص ها و معیار هایی است که بر اساس سنت تاریخ در حوادث مشابه کاملا کاربرد دارند. این روزها عده‌ای از سیاسیون به بهانه ندادن دست آمریکا سعی می‌کنند به گونه‌ای رفتار کنند که مورد توجه آمریکا قرار گیرند. امام به این افراد خاطر نشان می‌کند که تعریف آمریکا از هر فردی موجب نفرت ملت از آن شخص می‌شود. اگر آمریکا از یک جایی یا از جاهایی تعریف می‌کند، تعریف از خودش است، برای اینکه می‌بیند همه مطیع او هستند. و اینکه از ما تکذیب می‌کند و هر روز یه چیزی می‌گوید، برای اینکه می‌بیند که این ملت مطیع او نیست. آمریکا که ظاهراً از شکست تبس درس نگرفته است، در حمایت از صدام بار دیگر با زبان تهدید با ایران صحبت می‌کند. کاخ سفید درس داده است با اعزام ناوها و امکانات جنگی به خلیج فارس، ایران را مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار دهد. پاسخ قاطع امام اعتماد به نفس ملی را افزایش می‌دهد. ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم در این امور. نمی‌گذاریم که دخالت در امور ما بکند. نمی‌گذاریم کسی دیگه هم دخالت ما را بکند. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتبازاشون رو بین هوا میکشیم، از بین میبریم. مگر اونا میتوانن به این جسد بکنن؟ در سال 66 ریگان جمهوری خواه همچون رؤسای جمهور دموکرات آمریکا بی‌ادبانه ملت ایران را وحشی می‌خواند. امام معنا و مصداق واقعی وحشی را به آقای ریگان گوشزد می‌کند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما می‌خواهید، گاو شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی می‌ذارید بگذارید. و اگر واقعا وحشی به اون معنایی که شما به خیالتون است گفتن، میگی بی حساب دارید حرف میزنید. وحشی اون است که نمیگذارد مردم زورمندا به او تعدی کنند، یا وحشی اون است که میخواد تعدی کنند. بی حساب نباید صحبت کرد. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید،
بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی‌ترین رژیم‌ها چی است؟ من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع است که آمریکا. 25 سال رویارویی همه جانبه امام با آمریکا از سال 1343 تا 1367 لبریز از درس‌های جاودانه است. با این همه امام در وصیت‌نامه خیش نیز برای ماندگار ماندن روحیه ضد استکباری در تاریخ این سرزمین مبارزه همیشگی با سلطه طلبان را شاخص و معیاری مهم می‌نامد و نسل‌های حال آینده سرزمین خود را به این مبارزه سعادت بخش توصیه مؤکد می‌کند. ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در رأس آنان آمریکا این تروریست به ذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده